سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. در این ویدیو میخوایم معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی رو با هم بررسی کنیم. واژه ها و عبارت های مختلفی جایگزین فارسی این عبارت شده. میخوایم ببینیم که کدوم عبارت صحیح تر است و متداول هست. سمت راست پایین صفحه شبکه‌های اجتماعی که ما توی اون حضور داریم رو می‌بینید. در کانال یوتیوب و آپارات ویدیوهای ما آپلود میشه و در کانال تلگرامی ثروتیار نیوز شما میتونید آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه کریپتوکارنسی رو مطالعه کنید. یه شبکه اجتماعی بزرگی توی لینکدین داریم، شامل کلیه آدم هایی که تو حوزه کریپتوکارنسی فعال هستن در سراسر دنیا، و در توییتر هم میتونید شما ما رو فالو کنید. پیشنهاد میکنیم به خاطر اینکه اخبار و تحولات این بازار رو از دست ندین، حتما ما رو توی این شبکه ها دنبال کنید. همونطوری که گفتم میخوایم معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی رو ببینیم چی هست. اما قبل از اون میخوایم بپردازیم به این که اصلا این داستان بلاکچین و کریپتوکارنسی از کجا اومد. همونطور که توی تاریخچه کریپتوکارنسی میتونید توی اینترنت پیدا بکنید، در 1990 در خصوص بلاکچین مقاله‌ای منتشر شد و مبنای انتقال داده قرار گرفت. بعدها در سال 2008 در 31 اکتبر 2008 مقاله‌ای تحت عنوان بیتکوین پیر تو پیر الکترونیک کش سیستم توسط فردی به نام ساتوشی ناکاموتا به چاپ رسید که مبنای ایجاد بیتکوین در سال 2009 شد. الان تقریبا داریم 11 سال از اون دوره رو میگذرونیم و بعضن با افرادی مواجه میشیم که اولین بار با این واژه آشنا میشن. خب اون موقع این بازار یه بازار بسیار کوچیکی بود و کسی اصلا شاید توجه نمیکرد بهش و حتی فکر میکردن که یه کلاهبرداری هست و به زودی از بین خواهد رفت. ولی همونطور که میبینید هرچی جلوتر اومدیم و جلوتر اومدیم، این بازار جای خودش رو بیشتر پیدا کرد، طوری که سال 2017 شاهد رشد حد اکثری ارزهای رمزنگاری شده بودیم. بیت کوین به رقمی بالغ بر 19000 دلار رسید. ارزهای دیگه مثل اتریوم بالغ بر 1100 دلار شد. اینا ارزهایی بودن که در طی یک سال و نیم استارت های بسیار بزرگی زدن. اگر به تاریخچه رشد قیمتی این ارزها مراجعه کنید، ببینید که کسانی که اینها رو شاید مثلا 5 یا 6 سال قبل گرفتن و صبر کردن توی این بازار، چه سودای بزرگی رو بردن. حالا ما قراره که توی این مجموعه ویدیوها مباحث معامله‌گری رو با شما مرور کنیم. همونطور که در ویدیو قبلی که 0 تا 100 معامله‌گری رمز ارزها رو مورد بررسی قرار دادیم، شما مجموعی از اطلاعات کاملی از معامله‌گری، نیازمندی‌های اون و تکنیک‌های این کار رو مشاهده کردید. امیدوارم که ما رو دنبال بکنید و همچنین مطالب ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خوشحال میشیم اگر نظری، پیشنهادی دارین، همین زیر برای ما کامنت یادداشت کنید. و سوالی اگر هست به ایمیل servatyar@gmail.com ارسال کنید. نیازمندی ورود به بازار رمزارزها شامل یک دیوایسی هست که امکان اتصال به اینترنت رو داشته باشه. همین، این میتونه تبلت باشه، لپتاپ باشه، یا پی سی و دسکتاپی که شما توی منزل ازش استفاده میکنید، یا تلویزیون های هوشمندی که به اینترنت وصل میشن. پس نیازمندی خاصی احتیاج نداره. اما بحث امنیت توی این مطرح میشه. از زمانی که موضوع رمز ارزها مطرح شد تا به امروز بارها بارها شنیدیم که یه عده اومدن یا کلاهبرداری کردن یا حمله سایبری کردن، یه صرافی الکترونیکی رو خالی کردن از بیت کوین و دارایی آدمایی که اون تو بوده یا کیف پولایی که اون تو بوده رو همه رو بردن. هرچند که تعدادی از اینها دستگیر شدن و اینکه اموال به مال باختگان
عدد داده شده، اما تعداد زیادی هم سرمایهشون از بین رفته. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در تاریخ 8/11/1397 الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی رو منتشر کرد. چارچوبی پیشنهاد کرد برای فعالیت ایرانی ها در مرز جغرافیایی کشور در حوزه رمزارزها. خب داستان کلاهبرداری یه مقوله بسیار مهم و طولانی هست که من سعی میکنم اینو در یه ویدیو جداگانه برای شما تشریح کنم، اما در نظر داشته باشید بیت کوینی که امروز که با شما دارم صحبت میکنم 140 میلیون تومان قیمت داره، هر واحد بیت کوین، هر یک واحدی 140 میلیون تومان، و اینو در نظر داشته باشید که برای خرید یه بیت کوین احتیاج نیست شما 140 میلیون تومان پول بدین. هر بیت کوین شامل 100 میلیون ساتوشیه که شما میتونید یه ساتوشیشو خرید بکنید، معادل 1/100,000 این 140 میلیون تومان. اما قبل از اینکه من این ویدیو رو برای شما آپلود بکنم داشتم جستجو میکردم لغت‌های کلیدی که حالا بعضا در حوزه بیت کوین به فارسی توی گوگل وجود داره، مواجه شدم با عبارت دریافت بیت کوین مجانی. از همینجا خیلی سریع و قاطع بهتون میگم پنیر مجانی توی تله موشه. به هیچ عنوان باور نکنید که کسی به شما بیت کوین مجانی بده، دروغ محض. بیاین نمیدونم ثبت نام کنید، نمیدونم این کارو انجام بدید، این کارو انجام بدید، نه اصلا همچین چیزی صحیح نیست، کلاهبرداریه، خیالتونم راحت، وقتتونم تلف نکنید. به همین خاطر در حوزه کلاهبرداری و اسکم بودن یک سری سایت‌ها مجموعه نکاتی وجود داره که خدمتتون میگم. همون سال 2017 که بیشترین رشد قیمت بیت کوین داشتیم، همراه شدیم با بیشترین میزان کلاهبرداری در حوزه ICO ها، تعداد زیادی پول برداشتن رفتن. پس ما باید حواسمون به دارایی خودمون باشه. این رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده کجا نگهداری میشه؟ قاعدتا یه چیزی به نام کیف پول یا ولت وجود داره که توی این کیف پول شما امکان ذخیره سازی کوین، آلت کوین و توکن هاتون رو فراهم هست. انواع کیف پولاش تبدیل میشن به دو دسته سرد و گرم. سرد شامل کیف پولای سخت افزاری یا کیف پولای کاغذیه، نرم کیف پول گرم هم. کیف پول گرم هم شامل کیف پولای نرم افزاری تحت وب هست. این دسته اخیر یعنی کیف پول های گرم بیشتر از همه آسیب پذیر هستن. شاید در ابتدا برای نگهداری اون پول برای شما هزینه آنچنانی در نظر گرفته نشده باشه، فقط یه گسی بابت نگهداری از شما بگیرن، اما این ریسک هم شما به همراه دارید. اما در مقابل اون کیف پول های سرد که حالا قسمت سخت افزاری و کاغذی هست، ریسک شما توی نگهداری از این طریق کمتره. عملا کسایی که میخوان بلند مدت تر به حوزه سرمایه گذاری در رمزارزها نگاه بکنن از کیف پول سرد استفاده میکنن. این حوزه بحث مفصلی میطلبه و مقایسه این کیف پول ها خودش یه ویدیوی جداگانه هست. به هر حال تعداد زیادی هم هستن که دوست دارن بیان توی این کسب و کار وارد شن. این زنجیره ارزشی که توی بلاکچین وجود داره فقط به خرید و فروش یا معامله گری ختم نمیشه، یه تعدادی خدماتی ارائه میکنن مبتنی بر رمز ارزها بر بستر بلاکچین، که یک نمونه بارزش همین کیف پول ها هست که درآمدهای خیلی خوبی هم دارن. بحث های امنیتی بسیار گسترده ای تو این حوزه وجود داره. امنیت یه عبارت کوتاه ولی عمقی به اندازه یه اقیانوس داره و شما هر چه قدم تو این جلو برید باز هم میبینید که یه سری کیف پول ها یا صرافی ها مورد حمله قرار میگیرن و دچار زیان میشن. خب برگردیم به همون بحث معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی. ببینید این کریپتوکارنسی به همین صورتی که من اینجا نوشتم نوشته میشه، یا یه اسپیس بین کریپتو و کارنسی زده میشه و این دو واژه هر دو صحیح هستن. برگردیم به معادل صحیحه که بعد ما در زبان فارسی ازش استفاده کنیم.
خب نمونه هایی که من باهاش برخورد کردم به پول دیجیتال، پول مجازی، رمزینه، رمزپایه، ارز مجازی، ارز دیجیتال و موارد متعدد دیگه ای ختم میشه. اما میخوایم از روش حذفی ببینیم که کدوم یکی از اینها درست هست. خب واژه پول به انگلیسی میشه مانی، شما تو این کریپتوکارنسی چیزی به نام مانی نمیبینید. پس دوتا گزینه اول که از عبارت پول استفاده کردن در معادل فارسیش حذف هست، خارج میشه این دوتا. کریپتو هم به معنی رمزنگاری شده است. خب دوتا واژه آخر که کارنسی رو با نام با عبارت ارز ترجمه کردن خب میتونه یه مقدار صحیح باشه، اما کریپتو که معادل رمزنگاریه میبینیم در ادامه این ارزها نیومده. پس دوتا گزینه آخر هم حذف میشه. میبینه دوتا مورد وسط که اونها به طریق اولا اصلا جایگزین مناسبی برای فارسی کریپتوکارنسی نیستند و ما میرسیم به دوتا عبارت ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز. واژه صحیح در قبال کریپتوکارنسی به زبان فارسی ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز هست. منم به شما پیشنهاد میکنم از همین لغت استفاده کنید، ما هم سعی میکنیم از رمز ارز استفاده بکنیم و اینو اشاعه بدیم، اما با یه جستجوی ساده توی گوگل به زبان فارسی باز هم میبینید ارز مجازی، ارز دیجیتال بیشتر از بقیه جا افتاده. شاید به عنوان یه غلط مصطلحه، اما خب قاعدتا اون دو مورد قبلی که مربوط به پول دیجیتال و پول مجازی و ارز مجازی و ارز دیجیتال هستن معنی صحیحی در قبال کریپتوکارنسی نیستش. پولهای دیجیتال رو میتونیم مثلا به پرفکت مانی و وب مانی تعمیم بدیم، پولهایی که جایگزین دلار و یورو میشن، بعضا برای استفاده از خدمات سایت هایی در خارج از کشور از اون استفاده میشه یا کشورهای دیگه. کاربردها دلیل وجود همچین پولی خب خیلی موارد متعددی داره، یکیش حالا همین ممنوعیت های انتقال پول بین کشورهاست که با این روش خیلی راحت تر انجام میشه، هزینه و کارموزش پایین تره. و یه روشی هم هست برای خرید رمز ارزها از صرافی های خارج. پس معادل صحیح رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده، معادل صحیح کریپتوکارنسی شد ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز. در صورتی که از این ویدیو خوشتون اومده ما رو لایک کنید، با انتشار اون و به اشتراک گذاری این ویدیو با دوستانتون ما رو در توسعه شبکه اجتماعیمون کمک بکنید. در ضمن با سابسکرایب کردن و زدن اون زنگوله اون پایین سمت راست تصویر شما این امکان رو خواهید داشت که هر موقع ما ویدیو جدیدی آپلود کردیم شما به سرعت از اون مطلع بشین. خیلی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.